زندگی و آموزش. شنونده های عزیز سلام، کمپیوتر روشن است و به اتفاق هم برنامه هفته را برتان پیشکش میکنیم. در شروع برنامه عرفای جوان را داریم که همزمان دو کار پیش میبرم. ما خودم در این ظرف یک هفته تانستم که 4500 افغانی از طریق این میوه فایده به دست بیارم. عرفای جوان را شنیدیم که موترشویی میکنه و در کناران نظر به فصلهای سال به فروش انواع میوه چون خربوزه، تربوز و انار میپردازم. از انار گفتی، من هم در مورد 10 کشور برتر تولید کننده انار معلومات میدهم. من یکی از این کشورها افغانستان است، چون انار قندار در جهان معروف است. همین که معلومات تکمیل شد خواهم گفت. درست از کامپیوتر. بعد حرفای شخصی را داریم که رستوران داره و با فروش پیتزا با تخفیف توانسته فروش بیشتر داشته باشد. حال ما امیر فایده زیاد در 5 افغانی رسانه، ولی فروشت ما زیادتر شده که مفاد هم در یک اثر گرافی بلندتر میره. من هم در مورد یکی از بزرگترین پیتزاهای دنیا خواهم گفت. درست از کامپیوتر. بعد پایین برنامه قصه داریم. بعضی کارها بستگی به فصلهای سال داره و کسایی که به چنین کارهای مشغولن در بعضی فصلهای سال بیکار و با مشکلات روبرو میشن و از نداشتن آید شکایت دارن. اما بعضی کسایی که کارشان بسته به فصلهای سال است در مورد فکرهای کردن که تانستن با این کار این قیزه را رفع کنن و مشکلشان را حل کنن. همکار میمورهی در مورد با شخص صحبت کرده که مصاحبه را میگذارم و با هم مشنویم. دوست عزیز، ما در یکی از نقاط شهر به چای آمدیم و با شخص استم که اینا موترشویی میکنن و در کاربارشان نکات را در نظر گرفتن که با در نظر گرفتن این نکات تانستن که آیدشان را بیشتر بسازن. در شروع میخواییم که خود معرفی کنن و در مورد کارشان معلومات بدن. عبدالله استم، یک تن از موترشویان سیار شهر کابل. در می اواخر دیدم که نیاز است که ما باید یک کار بار دیگرم در پلی از این موترشویی خود بسازم و از او آیدم را بیشتر کنم. عبدالله عزیز، چرا خواستی که در کناری کار موترشویی که داری دیگه کار کنی و کاربار دیگه رو شروع کنی و چی کار شروع کردی؟ موترشویی در هر 4 فصل امکان پذیر نیست. از او خاطر فکر کردیم، دیدیم که میوه‌جات در افغانستان بسیار خوب بازار داره و نظر به فصل میچله در افغانستان. یک کراچی گرفتیم، ترازو گرفتیم، یک مقدار میوه از مارکت میوه کابل گرفتیم آوردیم، دیدیم که بسیار خوب است، بر ما نتیجه بخش بود. چطور همی فکر برد پیدا شد که در کناری کار که داری کار دیگه رو شروع کنی؟ راستش انسان وقتی که نمیتوانه که مصارف روزمره خود پیدا کنه، در این فکر و در این جستجو میشه که من باید چی کنم. 3 اصل عمده رو باید در نظر گرفت، یکی قیمت است، یکی کیفیت است و همچنان موقعیت جای. این 3 تا رو من در نظر گرفته و همی ریسک یا خطر رو گرفتم، سر خود قبول کردم، همی کار رو کردم. انشالله به امید خدا که نتیجه بخش بود. پیش از اینکه شروع کنی کار، فکر میکردی که در کار میوه فروشی موفق شوی؟ دمو اول ما یک نیت داشتم که حتمی ما از این یک نتیجه میگیرم. وقتی او را که جور کردم از اون نتیجه گرفتم، ما رویه گرفتم. ما گفتم والا ما هر کار که بخوایم که بکنم انشالله دو ما یک نتیجه میگیرم. هدف به خود ما تعیین کرده بودم، ما میتونم این کار کردم، ما میتونم این کار کردم و موفق شد، نتیجه بخش بود. ما این را میفهمیدم که امکان داره چون میوه تازه است خراب شوه، گنده شوه و کس او را نخره یا میجا پیش ما بانه. ای را ما در نظر گرفته بودم و همچنانی هم در نظر ما بود که شاید تو بتونی دمی فایده کنی. سمستر هفته بی بی استم، اداره و تجارت است، بر ما همون درسایی را که خواندیم بر ما رویه داده، بر ما گفته که شما میتونین، چرا که شما درس خواندین، شما کسایی هستین که معلومات دارین درباره تجارت. پس بیاین که از یک تجارت های خرد ریزه شروع کنیم. انسان وقتی که یک هدف به خود تعیین کنه و بخواد یک کار انجام بده، در نمیمونه، به منزل میرسه. پیش از این کار میوه را شروع کنی آیدت چطور بود و زمانی که این کار میوه فروشی را شروع کردی در آیدت چه تغییرات آمده؟ شروع تابستان بود، کاربار موترشویی بسیار ضعیف شده بود و من همو جیب خرچی خامل چی که از خودم هم نمیتونستم به دست بیارم، از همو خاطر همین سوچ و فکر کردم که بیاد فعلی از یک کاربار دیگه که از او وقت کرده تا بال بسیار تغییرات آمده. همین درآمد من تربوز و خربوزه، یعنی یک میوه است که زیادتر خرید فروش داره. من خودم در این ظرف یک هفته تانستم که 4500 افغانی از طریق این میوه فایده به دست بیارم. آیا پیش بردن همزمان دو کار که موترشویی و میوه فروشی برات مشکل نیست؟
چی دروغ بگیم، مشکل است. کار بسیار سخت است، بالا پایین کردن میوه، چیندن میوه، بر مشتری طول کردن میوه، کت مشتری جره بس کردن، نظر به قیمت و موترشوی هم در پالیش دو کار مشکل است، چرا که ما فشار زیادتر بالای خود گرفتیم به خاطر بدست آوردن مفاد زیاد. در شروع اوائل نظم و دیسیپلینی که در کار میوه بود ما اصلا درباره از اون معلومات نداشتم، به این معنا که چه قسم میوه باید چینده شوه، به شکل چینده شوه که مشتری را جذب کنه. با مرور زمان به اینترنت هم دسترسی دارم، تانستم که از اینترنت یکان چیز یاد بگیرم و همچنان در پهلوی اینترنت از دوستای رفیقایی که دمی شهر و این محیط کار میکردن اونا هم خیر ببینم، مرا مشورای نیک دادن و از اون مشورها استفاده کرده در ظرف 3 ماه من می کار با وجه حسنش یاد گرفتم و حالا فعلا مشکل ندارم. البته ناگفتن همانه که در موترشوی من یک نفر شاگردم گرفتم، نصف روز میره مکتب و نصف روز میره کتیمه کار میکنه، میتونه که یک 10 دانه نان به خانه خود ببره. با این دو کار که میکنی در عاید کار چی تغییر آمده؟ عاید ما بسیار خوب شده، چرا که دو کاربار است و همزمانی دو کاربار پیش بردنش نمیتونیم گفته که ولی کار آسان بود. ظرف 3 ماه ما بسیار سختی را دیدم، به مرور زمان تمام مشکلات حل شد و انشالله به زور خداوند امروز ما نسبت به قبل عایداتم بسیار خوب شده و دو چند شده. قبلا 250 ما کار میکردم، امروز ما الحمدلله 500 کار میکنم. حرفای جوان را می شنیدین که در کنار موترشویی به فروش میوه می پردازه و با این کار تانسته عایدش نسبت به گذشته بیشتر بسازه. کامپیوتر، قرار بود در مورد 10 کشور برتر تولید کننده انار بگویی. آمریکا، چین، هند، اسرائیل، مصر، اسپانیا، ترکیه، بلژیک، افغانستان و ایران جز 10 کشور برتر تولید کننده انار است. دوستای عزیز، بعضی ها با در نظر گرفتن بعضی نکات در کاروبارشان و با وارد کردن تخفیف در عرصه محصولات و چیزایی که تهیه نموده و به فروش میرسانند، تانستند شمار مشتریایشان بیشتر و عاید زیادتر هم به دست بیارند. همکار ما با شخص صحبت نموده که در فروش پیتزا تخفیف وارد نموده و با این کار تانسته نسبت به گذشته فروشش بیشتر بسازه. به یکی از رستوران ها آمدیم و مسئولی رستوران نکات را در نظر گرفته که با در نظر گرفتن این نکات تانستن فروشاتشان بیشتر کنن. یکی نا در کاربارشون چی نکات را در نظر گرفتن؟ در کنار ما مسئولی رستوران هست و میخواییم با اینا گفت چنود داشته باشم. در شروع ازشان میخواییم خود معرفی کنن و در مورد کارشان معلومات بتن. زیاله ابراهیم خیلی هستم. در ابتدا که ما رستوران شروع کردیم، بعضی پلان‌ها و استراتژی‌های خاصی در رستوران ما از خود داشتیم، بخصوص در بخش مارکتینگ. در پلان که ما داشتیم، بعضی از غذاها رو ما می‌خواستیم تخفیف ویژه به خاطر جذب کردن مشتری خود ما داشته باشیم، و رو در نظر گرفته بودیم. قسمی که من دیدم در اعلان‌هایتون بس زانوشته بود، چی تخفیف‌های رو در نظر گرفتین؟ چون زیادتر تقاضا در بخش پیزا بود و ما خواستیم که همه مشتری ما از این آگاه باشن، ما خواستیم که یک تخفیف ویژه‌ای در پیزا داشته باشیم که در هر دو پیزا که یک مشتری ما میگیرن یک دانه فری داشته باشیم، که در هر دو پیزا کلان یک دانه پیزا کلان ما فری میدیم و در هر دو پیزا خورد یک دانه پیزا خورده که از نمی غذای ما و از نمی رستوران ما مشتری ما آگاه شون و از غذای ما هم لذت ببرن. چرا خواستین که امی تخفیف بیارین و در برابر ای که یک مشتری دو پیزا میخره یک پیزای دیگر رایگان برشان بتین؟ ما خواستیم کمی تخفیف داشته باشیم که هر کسی در هر لولی که هستن بتونن یک بار چای کنن. بعضی کسایی هستن که درآمد کمتر در زندگی خود دارن و از اینا هم چانس داشته باشیم. در ضمن مشتری از استفاده میکنن، بر رستوران ما هم اعلانات میتونه بوده باشه، این تاثیر بسیار خوبی در درآمد خود رستوران میتونه داشته باشه. گفتین که میتونه که یک تاثیر مثبت در فروشاتتون داشته باشه، چی تاثیرات مثبت در فروشاتتون داشته می تخفیف؟ چون زیاده مردم علاقمند تخفیف هستن، خواهن ببینن که آیا می غذایی که اینا در تخفیف برفتن میاین میبینن و میخرن و از استفاده میکنن. امی گراف فروشات ما رو بسیار بلند میبرن، چون اگر معمولا ما حداقل روز 50 یا 60 پیزا ما فروشات داشته باشیم، حالا این دو چند شده فروشات ما. به خاطر ما این تخفیف ویژه در نظر گرفته بودیم. پیش از این که امی تخفیف وارد کنین در فروشاتتان، فکر نمیکردین که ممکن است که با می کار با می تخفیف که میارین ضرر کنین؟ هیچ کار نیست که ضرر نباشه، بخصوص در تجارت.
این تخفیف وجه اوقدر ضرر با ما نمیرسانه، بلکه مفاد بیشتر برای ما میرسانه. فرض کنین اگر ما در یک پیزا در سابق شکل عادی شک به طور مثال ما در نظر بگیریم که 10 افغانی فایده میکنیم، حال ما امیر فایده زیر در 5 افغانی رسانیم، ولی فشارات ما زیادتر شده که اگر در ابتدا 50 پیزا میفروختیم، حال میتونه در امیر فروشات ما دوچند بوده باشه که مفاد هم در یک عرصه گرافش بلندتر میره، که بازاریابی خوبی است که میتونه مشتری ما را زیادتر داشته باشیم و این امی مشتری که دست به دست میکنن و ما را به دیگر به دوستای خود معرفی میکنن و مشتری ما را زیادتر میکنن. در شروعی که امی تخفیف وارد کردین یا در شروع کارتان با چی مشکلات روبرو شدین و چگونه مشکلاتتان حل کردین؟ تخفیف که ما زمانه و میمونه خود آوردیم، در کندی کار ما چون پرسنل ما کم بود، ما دیگه پرسنل هم گرفتیم و یک ایجاد کار را به هموطنان ما میکنن، چون اگر زیادتر ما فروشات داشته باشیم زیادتر کارمند ضرورت داریم. در کار تجارت خوب بازاریابی یک بخش مهم کار است. شما به خاطر بازاریابی و بیشتر شدن مشتریهایتان چی کار کردین؟ دزم که در بخش سوشال میدیا کار میکنیم، بعضی کارهای دیگری که ما میکنیم و در بخش بنر راست زیادتر از گوشه کنار کابل بنر بند میکنیم و با خاطر اعلانات خود و ما بروشرهای داریم که بعضی اونها بروشرها در پشت خانه هاشون تقسیم میکنیم، در موتره که داریم اعلانات پشت موترهای ما زندگی است و این میتونه یک تاثیر خوبی چون همین رفت آمد موترها در داخل شهر میتونه اعلانات خوبی بر ما بوده باشه. با می تخفیف که وارد کردین در کاربردان چه تغییرات آمده نسبت به گذشته که تخفیف نداشتین؟ در کل تغییرات خوب آمده، چون یک بار اگر یک مشتری از پیزا می خواهند استفاده کنن، بار دوم اینا می آن یک چیز نو دیگر می خواهند ببینن، انتخاب های دیگر هم می تانند داشته باشن که از منوی ما می گیرن و بار دوم و سوم هم فرمایش می تن در پالایز دیگر فروشات ما هم تاثیر خوبی دارن. دوست عزیز، اینجا یکی از مشتریای رستوران تام دیده میشه، میخوایم با اینام گفت چنود داشته باشم، میشه خود معرفی کنی؟ اسمم رضوان است، میخواستم پیزا ببرم خانه. چرا خواستین به اینجا مراجعه کنی؟ چون تخفیفم دارن که اگر دو تا پیزا خریداری کنی یک پیزای دیگه رایگان میکنن. حرفای شخص را میشنیدین که با تخفیف وارد نمودن در قیمت پیتزا توانسته شمار مشتریایش بیشتر بسازه و به میگونه عایدش نیز نسبت به گذشته اضافه تر کنه. یکی از بزرگترین پیتزاها 1853 متر طول دارد. اوه 1853 متر طول، این تصویرش اینجا دیده میشه و ای پیتزا را به گونه دراز پخته کردن و به میخاطر کلونیشان به حساب طول وضع کردن. هر نفر که نیم متر از این پیزا را بخوره، زیادتر از 2000 نفر این پیزا سیر میکنه. کامپیوتر، این پیزا چیگونه و توسط چی پخته شده؟ این پیزای بزرگ توسط 250 پیزا پز در شهر ناپل ایتالیا که به پخت پیزای اصلی ایتالیا شهرت دارد، پس از 6 ساعت و 11 دقیقه کار و با کمک 5 تنور پخته شده است. حالا قصه که دسیدیست با هم مشنویم. ما از ولایت کاپیسا هستم، اسم ما جو رحیم گل است. یعنی یک ماست میخریم میبروشیم، یعنی یک از خریم یه تپا میاریم، یک روز یک صد دو صد رقا پیدا کنیم. پیش از امی همی کار است میگدیم، یعنی از پا میخریدیم میبروختیم حالی میدیم. مریضی و گپ و سخن در امی روزه دو تا مریض سر ما تیر شدن، خداوند جورش کردن ولی که پیسه امی مریضی هم بود. روزانه در چپا کرام ایتیم، یعنی بیادر حالی دادم با پینجار پای دو دوره یعنی رفتم آمدن این استاد سری از تنوتا نشده. صد دو صد اگه پیدا شود، روز جمعه یک چهار صد سی صد پانچ صد شود. دوستای عزیز، برنامه را که شنیدین یه مراهی در مؤسسه تعلیمی افغانستان نوشته کده بود که ما وجه سیار به کمک کامپیوتر خدمتتان پیشکش کردیم.